خب جماعت رأی به حسن، پشت و داخل گوت، نسل حسن، بعد حسن، این حسن یادتونه؟ در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. 100 روز ما می توانیم در 1 زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. از همین رو ما به عنوان جیرخاران غرب و وطن فروشان و چوبلای چرخ دولت فرو کنندگان چاره ای نداریم جز اینکه نگاهی بیاندازیم به مهمترین دستاوردها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 100 روز اخیر. جانم ببخشید، حالا خب چون شمایی تا جایی که میتونیم باش. صدای شما رو شنیدم؟ بله، بنده بی‌طرفانه به مسئله نگاه خواهم کرد، وگرنه البته ما که نوکر استقبالیم، تکلیفمون معلومه. اولین رویداد 100 روز اخیر رو بده بیاد. ایران، 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 ایران. بله، صعود تیم ملی ایران به جام جهانی برزیل اولین دستاورد دولت آقای روحانی بود. این رویداد بعدی رو بده بیاد. لحظه ملت ایران گفت به زبان تکریم سخن میگوید نه تحریم. بعدی چی بود آقای دکتر؟ خنده و نشاط در هر حال در نوع خودش دستاورد مهمی بود که دولت به خوبی به دست آورد. بعدی که توی دروازه شکیرا توی تلویزیون ملی میهنی، رویداد دیگری که در این 100 روز به وقوع پیوست، بازگشایی خانه سینما. دست آورد. به نظرم همین مرحله به عنوان مرحله اول خب خیلی کار مهمی انجام شده. بله روحانی، متشکریم. سانسور واژه آش از سخنرانی رهبری، کاسه های داغتر از دنبال آتش افروزی. دستاورد سالها پیش اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه، عیبی نداره. بله، شل کردن قهرمانانه. دستاورد بعدی. این رقص پس از دستاورد مهم دیدار ظریف و کری به دست آمد. دستاوردی بود بر خودش این رقص در اصفهان، و از همه مهمتر دستاورد تماس حسن تلفنی روحانی با اوباما. دو سه روزه تلفن خونم رو زنگ میزنه، قلب افسرده من دنگ میزنه. به قول خود آقای روحانی، اعتماد من یخها باز شده است. از دیگر دستاوردهای دولت طی اون سفر، مصاحبه محترمانه با رسانه‌های خارجی بود. از همه مهمتر انگلیسی حرف زدن. I would like to say بعد از برگشتن دستاورد چی داریم؟ لشکرکشی جیجیرک‌ها به خوزستان. اتفاق بعدی و دستاورد بعدی و مهم به 100 روز اخیر و دستاورد از شرکت مردم در انتخابات با این وسعت، با این کیفیت، به عنوان حماسه سیاسی. واقعا دقت کنیم، اوج گرفتن حسام الدین آشنا رو دیدید؟ همه با هم ملت ایران. خود این حرکت یک دستاورد بزرگ به شمار میاد. دستاورد بعدی. اما در مورد قلیون من حقیقتش موافقم. دستاورد قلیونی. خانم نکشان آقا میشم، من با اینم مخالفم. آخه من نمیفهمم یعنی چه. اگه من مثلا با همسرم یا با دخترم رفتم قلیون میشم، حالا دو پکم اون بریزه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ آزادی قلیون برای مردان، برای زنان. دستاورد گوسفندی داشتیم در 100 روز گذشته. تصاویری از گوسفندانی از یکی از روستاهای استان گلستان که در پدیده ای نادر همگی 4 شاخ دارند. کشف گوسفند 4 شاخ هم از دیگر دستاورد دولت بود. دستاورد اقتصادی بده. 600 مون میفروختیم، الان شده 1200. خب چشم روشن، میگفتی سیب قرمز کیلو چنده؟ کیلو 6500. تمام. خب سبزه چطور؟ 8.5. به به به. خب لوبیا چیتره که قبلا 2-3 ماه پیش می‌خواستیم بخریم 5 تومن بود، الان چند میگن؟ آره 2 تومن، اینم که 7 تومنه. خب دستاورد جالب شد. تو 10 روز اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ تو بازار بودی. دستاورد بعدی چیه؟ دستاورد بعدی پگاه آهنگرانی. پگاه
شاه در حالی که بعید میدونیم به روحانی رای نداده باشه به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. این هم بازیگر مملکت دستاوردی بود در دوران روحانی بر خودش. بعدی بده چیه آقا دیگه دستاورد تموم شد دستاورد نداریم بعدی او این خطرناکه. بعد از درگیری های خونین دیشب مقام های ایرانی گفتند 16 نفر را در پاسخ به این درگیری ها اعدام کردند. 16 نفر در جواب درگیری های سراوان تو زاهدان اعدام شدند. حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد اعدام شد. دستاورد بعدی 11 نفر هم در ارومیه اعدام شدند. همه این اعدام ها در کمتر از یک هفته از دستاوردهای مهم وزارت دادگستری آقای روحانی بود. جای متلک داره. از دستاوردهای دیگر که البته بیشتر اکتشاف بود خود روحانی کرد داد گفت دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. کف میزنید حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. البته میدونم این کف بعضی به چه معنا بود، میخواستن بگن که ما با درد دل شما همراهیم. خب میگفتیم در گزارش هفته گذشته یک صندوق در دولت اعلام کرد که بیش از 50,000 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. همین قد شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. نگه ساعت. آقای روحانی، استاد روحانی، شما اینا رو نمیدونستی؟ رئیس جمهور شدی؟ اینا رو که ننجون مهدی هم میدونست مرد حسابی. اینا رو نمیدونستی و به مردم وعده 100 روزه دادی؟ برنامه کوتاه فلان؟ برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. اصلا امید داشتید؟ چرا که این دولت با امید کامل، امید شعار ماست. اما این دولت با امید کامل، با اعتماد به مردم، با عقلانیت، با تدبیر. کلید کو الان باید بگه کلید با کلید همت شما فرهیختگان اندیشمندان. ملت ایران چی؟ اونا مایه بذار. ملت مایان چرا کسی جدید هم ملت ایران مایه نمیذاره؟ با استقامت ملت ایران به تعبیر مقام معظم رهبری از این پیچ به خوبی عبور خواهد کرد. جاده هراس شد باز کل مال کرم پیش خطرناکی که این اوچون من بود چون داده این هم شد داستان داره با این داره از این سرسدا چی بود چه خبر تو اتاق فرمان آقا من برای درده ایجا بکنم یادون عزیز از اتاق فرمان اشاره میشه که هوا پسه به نظر آقای طرفداران آقای روحانی. الان دفعه اتاق فرمان گرفتن نکن ما بلکه روحانی رو صدا میکنم بلکه این کیه آقا چیکار کنم. بینندگان عزیز به من میگن که اینو باید بخونم. میخونم. بینندگان عزیز خب چیه؟ خب من میخونم بابا، من که دارم میخونم. صبر کنید آقا بذار من بخونم اینم چی هست. بینندگان عزیز هوا پسه. نه خب نکن بابا، من تلویزیونم نکن اینجوری خراب نکن. این میگم باید بگم که اوضاع خراب نیست. هنوز 10 روز مونده از 100 روز. 10 روز مونده از 100 روز. بله میخونم برای ملت بخونم. باش بینندگان عزیز 10 روز میگن مونده از 100 روز از امروز. خب این خودش جای میگن که امیدواریه. بینندگان عزیز بگی اونور آقا مرد حسابی، آخه بگی اونور
بینندگان عزیز تهدید داره میشه این برنامه خیلی. میگن که اینقدر اینقدر تیما بودن که در دقیقه 92 دو تا گل زدن قهرمان شدن، الان میگن دقیقه 80 روحانی هنوز 10 دقیقه مونده، خیلی وقت داره و خلاصه این که آقای روحانی 10 روز وقت داره و در این 10 روز دل مؤمنین رو به دست میاره، به دست میاره، میگن به دست میاره. میگن که از خب بگی اون بر که مظلوم این بتونم بخونم. بله ها بله خدمت شما هست که اینو باید بخونم الان چی؟ ایول ایوله روحانی یله کیروش هم یله والیبال والیبال فیسبوک ظریف این یکی قافیهش نمیگه بگم سفارت انگلیس سفارت کانادا رفع فیلترا پرواز مستقیم ایول ایوله ایول ایوله شب خوب مهتاب باشه چشمه پره آب باشه عطر گل گلاب باشه ایول ایوله